بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، تأکید کرد که هیچ چیز نمی‌تواند مجازات دست جمعی فلسطینیان را در نوار غزه توسط اسرائیل توجیه کند. وی افزود بیش از 1 میلیون نفر در نوار غزه با خطر گرسنگی روبرو هستند و قبل از اینکه اوضاع از این وقتین تر شود، باید اقدامی انجام شود. گوترش ادامه داد، نباید از هیچ تلاشی برای توقف جنگ در غزه و تضمین آزادی بی قید و شرط همه اسرا فروگذار کرد. در سایه تداوم جنگ در غزه، لحظات سخت و ناگواری را در جهان سپری می کنیم. ارتش سومالی با انتشار بیانیه اعلام کرد که طی عملیاتی در اقلیم شبل پایین این کشور، 39 تن از اعضای گروه سنی تندروی الشباب کشته شدند. در این بیانیه آمده، این تروریست‌ها در عملیات هوایی در منطقه یفکوگه در شبل پایین کشته شدند. گفتنی است حسن شیخ محمود، رئیس جمهور سومالی، اعلام کرده بود که با گروه تروریستی الشباب قاطعانه مبارزه خواهند کرد. در تحلیلی از سوی مؤسسه منابع جهانی WRI، یک سازمان غیرانتفاعی که منابع طبیعی سیاره زمین را بررسی می‌کند، فهرست کشورهایی که شدیدترین وضعیت کم آبی را دارند ترسیم شده است. این کشورها شامل قطر، اسرائیل، لبنان، ایران، اردن، کویت، عربستان، اریتره، امارات، بحرین، هند، پاکستان، ترکمنستان و عمان می‌شود. ایران رتبه 13 را در بین کشورهای جهان از منظر تنش آبی دارد. این تحلیل که گزارشی درباره خشکسالی و کمبود منابع آبی در جهان است، مدعی شده که تا سال 2040 بحران آبی دامنگیر کشورهای پرشماری خواهد شد و بیش از 40 کشور جهان در سطح بالایی دچار تنش آبی خواهند بود. سازمان ملل متحد مأموریت خود برای تحقیق در مورد جنایات گروه تندروی سنی داعش در عراق را تعطیل کرد. به گزارش رویترز، هیئت سازمان ملل متحد که برای کمک به عراق در تحقیق درباره نسل کشی و جنایات جنگی داعش تشکیل شده است، به دنبال تیرگی روابطش با دولت عراق مجبور به تعطیلی زود هنگام قبل از پایان تحقیقات خود شده است. در همین حال، مشاور امور خارجه نخست وزیر عراق به رویترز گفته است که از دیدگاه عراق این تیم دیگر مورد نیاز نبوده و با مقامات عراقی همکاری موفقیت‌آمیزی نداشته است. کانال ماهواره 12 به نام مبارک 12 امام معصوم علیه السلام به زبان ترکی توسط جمعی از شیعیان ترکیه در استانبول روی ماهواره ترکسات فرکانس 12265 راه اندازی شد. صلاح الدین ازگندوز، مدیریت و امام جمعه مرکز بزرگ فرهنگی و مذهبی زینبی استانبول، به مناسبت افتتاح کانال ماهواره 12 پیام تبریکی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. گفتنی است فعالیت‌های این شبکه در سال 2017 توسط دولت ترکیه تعطیل شده بود، اما هم اکنون مجددا فعالیت‌های آن از سر گرفته شده است.